تیم ملی والیبال ایران در 12 مسابقه خود در رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال دیروز در شهر شیکاگو برابر آمریکا 3-0 مغلوب شد. ایران که در دو بازی گذشته خودش در آمریکا تیم لهستان رو 3-0 از پیش رو برداشت و برابر صربستان 3-2 باخت، در ست نخست دیدار دیشب 29-27، ست دوم 25-20 و ست سوم 26-24 نتیجه رو به تیم ملی آمریکا واگذار کرد. شاگردان ایگور کولاکوویچ در هفته پنجم در ایران میزبان تیم‌های آلمان، کره جنوبی و بلغارستان هستند. ایران همینک با 4-8 در مکان 13 جدول 16 تیمی لیگ ملت‌ها جای داره و بختی برای صعود به جمع 6 تیم برتر نداره و آمریکا با 10-2 پس از تیم فرانسه دوم هست. با علی تازرونی کارشناس والیبال بازیکن سابق تیم ملی ایران گفتگو میکنم که از طریق اسکایپ از کالیفرنیا آمریکا با ماست. با سلام و وقت بخیر به شما. ارزیابیتون آقای تازرونی از عملکرد تیم ملی ایران در هفته چهارم و کسب همون 1-2 در کشور آمریکا چیست؟ درود بر شما جناب مادی. اول اجازه بدید تبریک بگم به تیم فوتبال کشورمون که با پیروزیشون مردم رو شاد کردن. در رابطه با والیبال خوب متاسفانه نتیجه خوبی نگرفتیم در هفته چهارم، ولی در ازاش من فکر میکنم مربی به خاطر بازیکنانی که صدمه دیده بودن مجبور شد از جوانترها استفاده کنه و جوانترهامون واقعا شایستگیشون رو نشون دادن که در بازی‌های بزرگی مثل مقابل آمریکا، لهستان و صربستان میتونن بازی کنن. شما در گذشته یک همچین فاصله نزدیکی رو ما بین بازیکن فیکس و بازیکن نیمکت نداشتیم. مثلا غیاب محمد موسوی میتونست خیلی ضربه به تیم بزنه، ولی علی شفیعی رو دیدیم که با بازی‌های خیلی قشنگش یک نواخ در همه بازی‌ها خیلی خوب بازی کرد. یا در غیاب غفور که یکی از بهترین واقعا بازیکنان امروزمونه، ما دیدیم پوریا یلی با قد و قامتی بلندتر خیلی این خلا رو پر کرد و من فکر میکنم نتیجه خوب نبود، ولی نتیجه خوبی که برای ما داشت این جوانها رو ارزیابی کردیم و این واقعا امیدوار میکنه ما رو که آینده والیبال تیممون خیلی بهتر و بهتر خواهد شد. برخی یکی از دلایل کسب نتایج ضعیف ایران رو در این دوره از لیگ جهانی ها نیشن لیگز برنامه ریزی FIVB فدراسیون جهانی والیبال میدونن در لیگ ملت ها که ایران در 4 هفته در 4 قاره، اگر آمریکای جنوبی حساب کنیم 5 قاره بازی کرد و تیم های مثل روسیه و آمریکا تنها در 3 قاره جابجا شدن. نظر شما چیه؟ خب این طبیعی است. ببینید این سفرهای طولانی و مدام اینها بازیکن ها رو از لحاظ فیزیکی و روحی خسته میکنه، ولی این برای تمام تیم ها وجود داره. این دلیل اصلی به اصطلاح نتیجه بعد ما نبوده. باید واقعا روی نقاط ضعفمون ما یک مقدار تکیه بکنیم و بتونیم اونها رو، یکی از نقاط ضعفی که من فکر میکنم تیم ما داره واقعا سرویس زدن های ماست. اکثر به اصطلاح بازیکنان ما خیلی محتاط و با ریسک بسیار پایین سرویس میزنن. شما در بازی دیروز خودتون شاهدش بودین که چقدر با سرویس های ریسک بالا حتی خطاهاشون به مراتب بیشتر از ما بود، ولی نتیجه رو 3-0 به نفع خودشون کردن تیم آمریکا. ببینید فلسفه کلن این سرویس زدن در مسابقات امروز با این واقعا سیستم حملاتی اینه که مربیان خوب دنیا ترجیح میدن که سرویس خراب بشه تا اینکه ساده زده بشه و تیم حریف دریافتش خوب باشه و توپاشون رو بخوابونن، و در حقیقت این یه حالت بمبارانیه که روحیه تیم رو اصلا ضعیف میکنه. بنابراین مربی ما هم میباید کار این به صورت چراغ سبز رو به بازیکنان نشون بده که نگران خراب شدن سرو نباشید، با ریسک بالا باید سرویس بزنید. ما مثلا غفور که یکی از سرویس زنهای خوبمون بود در این بازی ها سرویس پرشی موجی میزد و هیچ سرویس پرشی نزد، در صورتی که تیم آمریکا اکثرنشون سرویس های پرشی و خب علت بردشون هم همونطور که خودتون بازی دیدی در لحظات حساس هر کدوم از بازیکنهاشون به خصوص مد اندرسون 3-4 پوان مستقیم از ما گرفتن. صحیح. حضور جوانان در تیم ملی شما بهش اشاره کردید، عملکرد اونها در لیگ ملت‌ها چگونه بوده، در حالی که آیا فکر می‌کنید نگرش فدراسیون جدید از کسب نتیجه صرف
به آینده نگری تغییر بکنه. صحبت از تیم ملی والیبال به هست و سرمربی تیم ملی والیبال به قرار نیستش از جوانان تیم والیبال الف که در آمریکا در سیر سنتر دیروز بازی کردن استفاده کنه. نظر شما چیه؟ می‌گم جوان‌ترهای ما بسیار بسیار خوب بازی کردن، یعنی در گذشته همونطور که عرض کردم ما در غیاب محمد موسوی واقعا کسی رو نمیتونستیم جانشین ایشون بکنیم، یا در غیاب غفور یا دیگر بازیکنان، ولی امروز این جوان‌ترها نشان دادن که شایستگی در به اصطلاح بازی بزرگی رو دارن و آینده خیلی خیلی خوبی دارن. به هر حال برای این بازی ها ما به دوره بعدی شانسمون رو از دست دادیم و در بازی آسیایی به نظر من بهتره که از بازیکنهای جوان مثل پوریای یلی، سعلی شفی یا شریفی واقعا اینا استفاده، حداقل نتیجه خوبی در آسیا ما داشته باشیم. صحیح. فرصت کم هست، شما همواره در رقابت های پیشکسوتان جهان حضور دارید. آیا ایران تیمی رو راهی این مسابقات جهانی میکنه تیم پیشکسوتان؟ متاسفانه خیر، یعنی این ما در بازی‌های پیشکسوتان جهان هر سال از تمام دنیا واقعا شرکت میکنن، از برزیل، روسیه، استرالیا، کانادا، سوئیس، همه تیم‌ها، ونزوئلا. ما هیچ موقع تیمی از ایران واقعا نداشتیم و این واقعا یکی از ایراداتیه که باید به فدراسیون والیبال گرفت که اصلا هیچ بازی به اصطلاح سرتاسری در ایران هم، یعنی در گذشته اینها لیگ پیشکسوتان داشتن حداقل در یکی دو هفته انجام میشد که اونم اصلا منحل کردن. به هر حال امیدوارم که این لیگ مجددا شروع بشه، امکانات در اختیار پیشکسوتان، برای که این پیشکسوتان اولا که اگر ما فعال نگرشون داریم اینها برای خوب تندرستیشون خیلی مفیده و تمام تجارب این پیشکسوتان میتونه انتقال داده بشه به نسل جوان و برای آینده والیبال ما خیلی مفید خواهد بود.